السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حال شما خوش جمعه محسنین؟ مالک عزیز، بزرگواری، خدا قوت. سلامت باشید. خوب برگشت صدام؟ حالا واسه من صدا خوب میاد، ولی احساس میکنم یه کمی برگشت داره. حالا دوستان در قالب کامنت ما رو هدایت بکنند انشاءالله. بله، سلامت باشید خدمت همه دوستان. عرض سلام و ادب و احترام دارم. عرفان عزیز، بزرگوارانی که از عرض کنم اهل فن هستن، تو لایو حضور دارن، حقیر هم درس پس میدم. بله، درس پس میدم خدمتتون. دیدم که در مورد علامه مجلسی و دو سه تا روایت در بهار و بحث حسن بصری خواستید صحبت بکنید، گفتیم مناسب. هستش که همزمان با اینکه شما ارائه میدید، این حقیر سراپا تقصیر هم اگر نقطه نظراتی مطلبی چیزی به ذهنم رسید عرض بکنم، از باب حالا کلامی و آنچه که در حال درس پس میدیم و اینها. انشالله بحث چکشکاری بشه که و خدای نکرده اجحافی در بحث از حیث اینکه مخالفی احیانا نیاد برای شرکت مستقیم در لایو شما، اجحافی صورت نگیره. خب به هر حال شما کلامی هستید، بنده هم کلامی هستم، و از اونجایی که کلام رو مخالف با عرض کنم فلسفه و عرفان نمیدونیم، میتونیم در مقام دفاع از عرفان وقتی مظلوم واقع بشه بر بیایم. و از طرفی هم حالا من نبودم قبل از حضور بنده ببینم چه مطالبی گفتید، مطلب کلی رو بگم شما هم سخنتون یادتون نره و دیگه سکوت بکنم. دوستان بزرگوار، عزیزه گرامی، نقد علمی به همه بزرگان عرض کنم که اگر به جا باشه وارد هستش. صدای من رو دارین جناب مالک؟ بله بله، بفرمایید. بله، نقد علمی با ما اهل حق و حقیقت هستیم و نحن ابناء الدلیل، و توی این مسائل تعارف هم نداریم. اتفاقا همین باعث پویایی تشیع و فقه تشیع و علوم اهل بیت علیهم السلام بوده که آراء و نظرات مختلف مورد نقد و بررسی قرار بگیره و عرض کنم که بتونیم به بهترین نظر برسیم. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، قرآن کریم فرموده. به همین دلیل هستش به غیر از معصومین علیهم السلام نقد علمی به جا باشه وارد هست به کتب بزرگان، کما اینکه خیلی ها این رو انجام دادن. بسیاری از نقدها بوده که درست و به جا بوده و اون افراد هم داعیه عصمت نداشتن، هر کسی امکان داره اشتباهی بکنه. این که مثلا بخوان از علامه مجلسی که به هر حال در کلام تشیع از بزرگان محسوب میشن بخوان یه مطلبی بیارن که بخش دیگه ای از تشیع و بزرگان و مبانی عرفانی و اینها رو بخوان بزنند و به ناحق مظلومانه زیر سوال ببرند، این اتفاقا عرض کنم که نکته اصلی هست که ما در مقام دفاع از همون کیان بر اومدیم. و یعنی علامه مجلسی جایگاهش مشخصه، کسی در حقش ایشون نمیخواد ظلمی کنه نه بتازه و این گونه مسائل با هم بررسی میکنیم. من هم بینی و بین الله مظلوم جسارتن این نکته هم حالا که شما این بحث رو مطرح کردید، این رو هم خودتون اضافه بکنید که ما اجازه سوء استفاده از این بحث ها رو هم به دشمنان رسمی تشیع که عناد با تشیع دارن و اهانت میکنن و توهین میکنن، این اجازه سوء استفاده رو به اونها نخواهیم داد. احسنت. بله، عرض کنم که این مباحث عرض کنم مباحث علمی در تشیع موجود بوده، اگر کسی بخواد سوء استفاده بکنه برای همون سوء استفادهش هم میشه نسخه دیگه ای در نظر گرفت. اتفاقا عده ای از افراد که دغدغه اصلیشون فقط شده زدن عرفان عرض کنم که شیعه در حال حاضر و بزرگان، اونها باید فکر به این کنن که به واسطه زدن نابجا و به ناحق اونها آتئیست ها هستن که میان از همون به اصطلاح نقد هایی که اینا اسم نقد روش میذارن سوء استفاده میکنن تا اصل تشیع رو زیر سوال ببرن. و یعنی این گونه نیست. ما میگیم آقا جایگاه علامه مجلسی
واضحه، مشخصه. یه مطلبی رو میخوایم در موردش بررسی کنیم، نقد بکنیم، ببینیم که حقیقت ماجرا چی بوده. ما که نمیتونیم به خاطر عنوان اینکه در یکی از کتب علامه مجلسی یک روایتی وجود داشته، اگر منافات با حق و حقیقت داشته باشه، به واسطه اسم این بزرگوار بخوایم بگذریم و فقط اخباریگری پیشه کنیم که چشم بسته نقل فقط بکنیم، حکم بدون جمع روایات بدیم و از این گونه مسائل. خلاصه لذا کسی هم اگر عرض کنم ادهی بخوان سوء استفاده بکنند، نه ما میذاریم خودمون سوء استفاده بکنن، و مطلب مهمتر این هستش که اگر زحمت آفرینی این ادهی که عرفان و فلسفه رو به ناحق میزنن برای ما نمیکردن، ما میتونستیم به اون گونه عرض کنم فعالیت های علمی برسیم، میتونستیم بریم به سراغ آتیستا مستقیم نقدشون بکنیم، اثباتن مبانی تشیع رو بیان بکنیم، نفیان اونها رو نقد بکنیم، میتونستیم بریم به سراغ خیلی نهله های فکری که وجود دارن، نمیدونم الان نوظهور هستن، عرفان حلقه، نمیدونم ریستارت فلان و اینها، میتونستیم با اونها بریم. ما قبلا همین کار رو کردیم، هم بنده هم شما در موضوع های متعدد نهله های فکری مخالف جریان تشیع رو در قالب لایف های متعدد به منصه نقد گذاشتیم و الان بله. دوستان ما رو مجبور کردن حقیقتش، وقتی که ما هم دوست نداریم که به این مباحث زیاد پرداخته بشه، ولی وقتی یک اتهامی زده میشه که این اتهام باعث میشه که شما یک جریانی رو پایگذاری کنی که خروجیش بشه لعن و تکفیر و عرضم به حضور شما که حدملیسی و اینها، خب ما دیگه مجبوریم اینجا مواجهه بکنیم. بله من در خدمتم، ببخشید اگر ابتدای سخن پرچونگی کردم، ببخشید بزرگواری. سلامت باشی. از شبت که خب من وارد بحث بشم، یک مقدمه اول بگم چون میخوایم در مورد کتاب بهار صحبت بکنیم. آقای بسپرو عزیز ارادت، من دوباره عرض سلام دارم خدمته. منم خدمت همه دوستان عزیز سلام و ادب دارم. جناب بسپرو خوش اومدید، همه بزرگواران خوش اومدید، در خدمتتون هستیم، ببخشید. بله آقای سامان عزیز اگه اشتباه نکنم شما مش نمونه خروار هست، انشالله چند موردش رو ببینید به بقیه هم میرسید. از شبت که در مورد کتاب به حال من چند نکته رو عرض بکنم. خب این کتاب در ابتدا 25 یا 26 جلد بوده که چاپی که الان در دست هست و چاپ مشهور از کتاب به حال الانوار جناب آقای مجلسی هست 110 جلد هست. خب آقای مجلسی در جمع‌آوری این کتاب علاوه بر این که خودشون اهتمام ورزیدن، گروهی از بعضن شاگردان ایشون و همراهان ایشون مثل آقای جزایری و حتی خواهر ایشون و بقیه بزرگان هم که شاگردی خود جناب آقای مجلسی رو می‌کردند، در این زمینه ایشون رو همراهی کردند. کما اینکه می‌دونید برجسته‌ترین شاگرد آقای مجلسی حتما جناب آقای طلایه خویی رحمت الله علیه است. از شرط که کتاب بهار، ببینید دوستان، خب بحث‌ها که مطرح میشه عموما در اون بابی که جناب مجلسی بحث رو مطرح می‌کنه، خب ابتدا یک سری آیات از قرآن نقل میکنه، بعدها از اینها دلیل استخراج میکنه، روایات رو زیرش میاره و توضیحاتی میده. خب خیلی از اینها هم درست هست و خیلی از این مباحثی های مجلسی هم مطرح کرده صحیح هست، کاملا درست هست و هیچ اشکالی بهش وارد نیست، ولی در بسیاری از موارد که حالا ما قریب به 70 موردش رو داریم به صورت کار علمی و تخصصی، مشکل جدی وارد هست به این 70 مورد که جالبه بدونید یک بخش خیلی کوچکی از اینها مرتبط با عرفان و فلسفه است. بخش دیگری که محل اشکال هست اصلا مرتبط با موضوعات فلسفه و عرفان نیست که شما بگید چون مجلسی به فلسفه و عرفان حمله کرده شما پناه بردید به سمت اینکه به مجلسی حمله بکنید. نه اصلا این چیزی نیست. بسیاری از مطالبی هم که ما بعدها ارائه خواهیم داد، من جمله که حالا من آخر لایو میگم که چه خواهد بود، که اصلا خواهید دید که هیچ ربطی به این موضوع فلسفه نداره و جناب مجلسی در اونجا حالا سهلن دچار یک خطایی شده. نه آقای مجلسی، خیلی از بزرگان میتونه این اتفاق افتاده باشه، ما میگیم آقای مجلسی چون بحثمون شاهد مثالشون ایشون هست، یعنی خیلی از بزرگان دیگه هم ممکنه حتی از عرفا و فلاسفه‌ای که ما هم قبولشون داریم اونها هم ممکنه اشتباه کردن، ممکنه ملا صدرا هم اشتباه کرده که قطعا کرده، سهروردی هم کرده، همه هم همین بودن و هیچ کسی معصوم نبوده، چون ما به جز ائمه اطهار و 14 معصوم ما معصوم نداریم، همه ممکنه اشتباه کرده باشه. خب کتاب بهار الانوار دوستان یک موضوعی در موردش اول مطرح میشه. ببینید آقای مجلسی در این کتاب بعضی از روایات خودش رو خودش اذعان میکنه، میگه آقا این روایت ضعیف هست.
خب وقتی که خودشون اذعان میکنه، حالا با توجه به دلایلی که به آقای مجلسی رسیده، به این دلیل و به این برداشت رسیده که آقای مجلسی این حدیث ضعیف هست، بعضی جاها هم توثیق میکنه ایشون، میگه آقا این سلسله سند صحیح هست، وثاقت داره و توثیق شده. این هم از این مورد. حالا ما بحثمون چی هست؟ بله، در مقدمه بهار آمده که آقای مجلسی احادیث رو جمع‌آوری کرده و عرضم به حضور شما که یک مجموعه کاملی از به عنوان یک دایره المعارف روایی و حدیثی شیعه ارائه داد. سلمنا، ما هم تا اینجا قبول داریم. ولی چقدر خوبه که دوستان که ادعای پژوهش و ادعای مطالعه دارن یک مقداری صفحات رو جلوتر برن، چند صفحه ورق بزنن و ببینن در جاهای دیگه جناب آقای مجلسی چه فرموده در مورد کتاب خودش. من در اینجا اسناد رو ارائه میدم. دوستان هم که ماشاءالله اهل رکورد و اهل ضبط هستن، ضبط میکنن انشاءالله و اینها رو برن بررسی کنن، ببینن اگه غیر این بود به ما تذکر بدن. کما اینکه بعد از لایو من اسنادی که در اون لایو ارائه خواهم داد رو در قالب هایلایت تحت موضوع حسن بصری ارائه خواهم داد همراه با اسکن کتاب ها، ولی در اینجا صفحه جلد و اینها رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد. عرض سلام خدمت جناب دیوجک عزیز. خب ببینید، همین کتاب به حال انوار در جلد اول صفحه 5، صفحه 26 و صفحه 48 جناب آقای مجلسی یک تعدی میکنه به مخالفان کتاب خودش و در اونجا خطابی که داره این هست که کسی نظیر کتاب مضمون حرف ایشون این هست. دوستان میتونن رجوع بکنن جلد اول صفحه 5، صفحه 26 و صفحه 48 کتاب بهار الانوار. ایشون ادعاشون این هست که کتابی نظیر کتاب بهار الانوار کسی نیاورده و کسی که چه جهلن چه آمدن و چه سهون، یعنی چه به عمد چه از روی جهل و از چه از روی خطا، نسیان و اشتباه در این کتاب اشکال وارد بکنه، این فرد معاند هست یا کور هست. این صحبت جناب مجلسی جلد اول صفحه 5، صفحه 126، صفحه 26 و صفحه 48. در جای دیگه در جلد 110 صفحه 178 و 179 یک بخشی داره این کتاب بهار در جلد 110 عنوان من خصائص بهار، خصائص کتاب بخار رو ایشون ذکر کرده. حالا اگر شما براتون مقدور نیست نشون بدین تو لایو، والا میگم دیگه چون اسناد زیاد هست من اینا رو اسکنش رو در اختیار دوستان میذارم، ولی اگه باز جایی لازم شد من اینها رو نشون خواهم داد، چون اینطوری وقت رو هم خیلی از دوستان میگیره ولی من دارم مدام اعلام میکنم دیگه. من هر چیزی رو که اعلام بکنم صفحه جلد رو اعلام میکنم، چون ببینید این روش هم تو ماهی بخواییم و یعنی حالا من با سین که یه موقع شک و شبهه در دوستان ایجاد نشه دو سه تا نکته من اینجا عرض بکنم. ببینید دوستان عزیز، ما وقتی که بحث از روایت میکنیم، ببینید ما اینها رو به صورت مدون وقتی اومدیم اجازه دادیم که بررسی سندی بکنیم، ما اینها رو در حوزه به قول معروف به صورت مدون این بحث‌های فقهی و اینها رو کار کردیم و این نیستش که حالا اگه اینجا مطلبی رو عرضه میداریم من میتونم دوستان نشون بدم که دوستان ببینن که حالا ما تو این حوزه ها مثلا شما میتونید ببینید ما هم کتاب هست که بخوایم این کتاب اصول، این کتاب منطق، همه اینها رو ما کار کردیم. حالا ما وقتی اینجا میگیم چون از حوصله جمع هم خارج هستیم ما بخوایم. بله بفرم. خب پس جلد 110 صفحه 178 و صفحه 179 جناب آقای مجلسی در حالا یا شاگردانشون، چون میدونید دیگه یه بخشی از کتابم به اهتمام شاگردان ایشون هست و در این اهتمامی هم که ورزیدن، خب آقای مجلسی نظرات اینها رو تایید کرده به عنوان شاگردان خودشون، میفرماین که زمانی که دوباره تکرار میکنم جلد 110 صفحه 178 و 179 کتاب بهار الانوار در بخش من خصائص بهار، ایشون میفرماید زمانی که حضرت قائم ظهور بکنه، حضرت حجت، حضرت مهدی ظهور بفرمایند، این کتاب بهار الانوار رو در اختیار ایشون بذاریم و ینظر فی و ایشون به این کتاب نگاه بکنه، میگه هر چی که از اول و تا آخر در این کتاب هست درست هست. پس ببینید آقای مجلسی خیلی نسبه ویژه‌ای به روی این کتاب داشته با توجه به این اسنادی که الان من ارائه دادم و به شدت کتاب خودش رو مورد وثاقت و توثیق میدونه. حالا من یه مطلبی جسارتاً ببخشید پرانتز میونی کلمتون، حالا
دوستان بزرگوار، من از اونجایی که این توضیح خدمتتون بدم در صدد این هستم که نهایت دقت موشکافی چکشکاری رو از حیث یه بچه شیعه بودن، کسی که به هر حال کلام اهل بیت رو آموخته، علم کلام رو و علوم اسلام شناسی رو آموخته رو لحاظ بکنم و فقط موافق با روندی که ایشون در صدد هستن بینی و بین الله نخوام حرکت بکنم، عرض کردم که وقت اجحاف ایجاد نشه. من به ذهنم این میرسه جناب مالک، در برخی روایات جناب علامه مجلسی بزرگوار خودشون از آن کردن به ضعیف بودن روایتی که دارن نقل میکنن از حیث سندی یا دلالتی و اینها، لذا این مطلبی که در مورد صاحب در اینجای کتابشون گفتن با اون اظهار نظرهاشون که اظهار ضعف نسبت به یک روایت کردن یه مقدار در عرض کنم که نمیخونه انگار، حالا به چه شکل بوده منظورشون اینجا. دقیقا نکته قشنگی گفتی، متاسفانه کتاب بهار از این تناقض ها حتی در احادیث هم درش هست، نه تنها در بحث تعریف و تمجید از کتاب، بلکه ممکنه در جای ایشون حدیثی آورده و در جای دیگه نقض حدیث رو آورده. یعنی حالا این هم دلیل داره، ببینید چرا. حجم کارهای محزون حجم بالایی بوده، 110 جلد کتاب هست که حدوش 30 سال از علامه مجلسی زمان برده این کتاب رو تعریف کنه. قطعا در این حجم بالا و در این کار حجیم این موارد طبیعی هست که شما یک ببینید، شما یک نویسنده یک کتابی می نویسه 2 جلد، در جلد اول یک مسئله یا مطرح میکنه، شما میبینید در جلد دوم، در کتاب فلاسفه هم همچین چیزی هست، من این روش هم بگم، میبینید شما در جلد اول یک مسئله یا مطرح کرده، در آخر جلد دوم نقض کرده اون مطلب رو، توجه داری؟ این همچین بله. این که شما میفرمایید بله دقیقا درست هست. ایشون در یک جایی خودشون ببینید، حالا موضوع اینجاست آقای محسن، متاسفانه خیلی از من نمیگم همه، بسیاری یعنی تعداد قابل توجهی از احادیثی که آقای مجلسی اینها رو قوی شمرده متاسفانه حقیقتا ضعیف هست و بسیاری از مواردی که ایشون صحیح شمرده متاسفانه ضعیف هست. حالا این از جناب آقای مجلسی هم بعید واقعا به نظر میاد. چرا؟ چون ایشون کتاب وجالی داره، آمده کتاب کافی رو تشریح کرده و 9/16 احادیث مرحوم کلینی رو رد کرده، یعنی تو شاید بین کتب البعه شیعه معتبرترین کتاب هم باز کتاب مرحوم کلینی و کتاب شریف کافی باشه. خب ببینید کسی که این دقت نظر رو در بررسی روایات داشته واقعا جای سوال هست. حالا دوستان به ما پاسخ بدن که واقعا چطور میشه که بعضی از احادیث اینطور قوی ضعیف بودنشون جابجا بشه. من حمله بر این میکنم که حجم کار زیاد بوده، دقت مقداری پایین‌تر اومده و نیت ایشون نیت خیری بوده حقیقتا. بله خودشون هم در مقدمه گفته بودن که در صدد جمع‌آوری بیشتر بودن تا اینکه بخوان ان شاءالله آیندگان بخوان احادیث صحیح از ضعیف رو جدا بکنن. یه مطلب دیگه این که ببینید در مورد حضرت صاحب و یه مطلبی که در آینده واقع خواهد شد، به ذرس قاطع این چنین نظر دادن خیلی کار بزرگی هست. من فقط در همین حد بگم، عبارت تعبیر دیگه رو نمیخوام به کار ببرم، کار عظیمیه که بگید مثلا حضرت صاحب اگر بیاد قطعاً خواهد گفتش که این پر از عرض کنم که حالا عباراتی که به کار بردید اینو اینها و از اول تا آخر هر چی هست صحیح هست. جلد بله. 110 صفحه 178 179 در بخش خصائص بهار، یعنی نسبت دادن به امام معصوم هست. البته این رو هم حالا میشه در موردش توجیه آورد که ایشون یه مقداری مبالغه یا عرض کنم آنچه مد نظرشون به عنوان زن نشون به ذهنشون میرسه رو خواستن بیان بکنن که احتمال زیاد حضرت چنین قضاوتی خواهند کرد. بفرمایید، ببخشید. سلامت باشید. حالا من در ادامه مطلبم که عرض کردم، در بسیاری از جاهای موارد خود آقای مجلسی به توثیق کتاب خودش اذعان دارد. خب من حالا یک منبعی به شما دوستان معرفی میکنم که در این منبع حول و حوش عرضم به حضور شما که 21 مورد از کتاب بهار نقل شده، 21 مورد از کتاب بهار نقل شده از جناب آقای مجلسی که ایشون گفته هر چه من گفتم صحیحه. کتاب چی هست؟ یک کتابی هست به نام المعجم المفحرس یا المعجم المفحرس، یعنی مقدمه‌ای بر، یعنی یک مقدمه فهرستی بر کتاب آقای مجلسی که من این رو انشاءالله استوری خواهم کرد.
در این کتاب که نویسنده این کتاب ها، این کتاب یک گروه تحقیقی هستن، یک مقدمه تحقیقی بر کتاب بهاءالدین الانوار هست، این کتاب معجم المفهد هست. ایشون در اینجا 21 مورد ذکر میکنه از کتاب بهاء، که حالا اینجا دیگه فضا نیست، جاش نیست، اصل موضوع من این نیست که من به این بپردازم. 21 مورد از کتاب بهاء ایشون نقد میکنه که جناب مجلسی فرمودن هرچه من گفتم صحیح هست. نمونه میخوام بزنم براتون، جلد یک صفحه از کتاب بهاء، جلد یک صفحه 10، جلد 3 صفحه 55، جلد 15 صفحه 80 و قص علی هذا، که اینها آقای مجلسی در 21 مورد از آن داره خودشون، که من دو سه موردش رو ارائه دادم، بقیهش هم دوستان میتونن برن به این کتاب معجم الفهرست مراجعه بکنن و مقدمه تحقیقی بر بهاء هست اونجا ببینن، که تماما خود کتاب بهاء هم نقد شده و منابعش هم موجود هست. یعنی بعد 21 مورد هست اینکه آقای مجلسی کتاب خودش رو توصیف کرد. خب بگذاریم از این بحث، بریم سراغ اصل متن و اصل کتاب. من ببینم چقدر گذشته از لایو، 41 دقیقه. خب عرض شود که خواهی رو 50 دقیقه ببندین و سیف کنین. بله، من پس یک مقدمه عرض بکنم و انشالله مطالب رو این کتاب رو خب ببینید دوستان، 6 روایت در کتاب بهاء از جناب آقای علامه مجلسی در مورد حسن بصری نقل شد. 6 روایت هست. خب این 6 روایت، 3 روایتش، 3 روایت از این 6 تا منبع دستاویز و تمسک عقل ستیزان و مخالفان علوم عقلی و بدیهیات و فلسفه هست، که به اینها تمسک جویدن و گفتن که کل فلسفه کفر است و هر عارف و هر صوفی و هر فیلسوفی کافر است. خیلی حرف بزرگی دوستان، یعنی علامه طباطبایی و دوستانی که مخالف فلسفه هستن مصداق کفر میدانن، آقای حسنزاده رو مصداق کفر میدانن، آقای قاضی رو مصداق کفر میدانن، آقای هاشم حداد رو مصداق کفر میدانن، مرحوم قاضی شهید مطهری رو مصداق کفر میدانن، آیت الله بهجت، آقای بهجت رو مصداق کفر میدانن، یا من بذار تعدی بکنم، خواجه نصیرالدین طوسی رو مصداق کفر میدانند. ببینید خب پس کیا کافر نیستن؟ اخباری ها، فقط اخباری ها هستن که در مذهب تشیع کافر نیستن، و هر کسی که تمسک جویده به فلسفه و عرفان، و نه البته من میگم ما بارها اینو عرض کردیم دوستان، این فلسفه و عرفانی که ما میگیم، اون فلسفه و عرفان مصطلحی که شما در قالب عرفان حلقه و یستاد و اینها میبینید، این نیست. عرفانی که مبنای روایی دارد و مبنای سندی و مبنای کلامی و مبنای آیه قرآن داره. من حالا در لایف های بعدی دونه دونه اینها رو مطرح خواهم کرد. واقعا میخوام ببینم، البته کلامیون بزرگوار مثل آیت الله سبحانی، مثل آیت الله مکارم و اینها هم چنین نظراتی مطلقا ندارند و این گونه نمیتازند به عرفان و فلسفه. خیلی بزرگان کلام واقفند به مسائل و اینها، منتها ما به هر حال در صددیم که عده‌ای از اخباریگری ها رو در عرض کنم در مقابل اونها دفاع کنیم از این مبانی که عرض میکنیم. بفرمایید، ببخشید. بله، عرض شود که میگم من در ادامه این مقاصد، یه حرف آقای مظلوم خیلی حرف درستی است. متاسفانه بعضی دوستان ادعای کلامی بودن دارند، ولی اساسا نه کلامی هستند و نه کلام میدانند. به ضرس قاطع این ادعا هست و من ثابت خواهم کرد. ببینید بسیاری از مباحث کلامی که اصلا مطرح میشه دقیقا همپوشانی با مسائل فلسفی و وام گیرنده از اون مباحث هستن، و بسیاری از کلامیون ما فیلسوفان بزرگی هم بودند. یعنی این تو اساسا هیچ تناقضی بینشون نیست و هیچ معنی، حالا محل بحث ما این موضوع نیست، من این نکته رو بگم دوستان، ما ان شاءالله در سلسله لایف های بعدی به شما ثابت خواهیم کرد که آیا وقتی که عارف و فیلسوف از وحدت وجود صحبت میکنه، آیا این وحدت وجود منبع روایی هم دارد؟ آیا منبع آیه قرآن هم دارد؟ میشود بهش تمسک کرد؟ آیا در جاهای دیگه؟ ببینید این قسمت رو به شما تا حالا نگفتن، ولی وقتی که ما بذاریم جلوی شما مطلب رو، ببینید بابا امیرالمومنین هم که همین رو گفته، پس این فیلسوف، این عارف از حرف امیرالمومنین وام گرفته، این حرف رو زده اتفاقا. خب ببینید این موضوعی هست که ما این رو هم ثابت خواهیم کرد. حالا من 5 دقیقه از لایو میده، حالا واسه اینکه دیگه این لایو خیلی درگیر مقدمات شدیم،
یک موضوع دیگه رو هم عرض بکنم و خدمت دوستان تا لایو بعدی رو استارت بکنم. خب آیم از اون نکته‌ای هست که ما لایو رو ببندیم و لایو بعدی بله ببندیم بله ببندیم وارد بحث اصلی بشیم. بله بله موافقم بریم برگردیم. بسیاری دوستان عزیز و بزرگوار من الان چند تا کامنت دیدم حالا این که عرض شود خدمت شما که عرض کنم اگر که جسارت نباشه ببینم بله اگر که جسارت نباشه فکر میکنم سلام خدمت حضرت استاد ثانعی بزرگوار حضرت آیت الله ثانعی عزیز بله سلام علیکم آقا خیلی خوش اومدین من شیر کردم آقا بله عرض کنم حضرت استاد در مورد دفاع از عرض کنم که عرفان و فلسفه داریم لایو برگزار میکنیم. حضرت استاد رئیس مؤسسه فقهی عرفانی دقت کنید به عنوان مؤسسه دوستان فقهی عرفانی راهنشان قم هستند و کارشون در این سالهای اخیر تقریب مبانی عرفان و کلام بوده، تقریب مبانی فقهی و عرفانی. خودشون هم به حمدالله هم مجتهد هستند از حیث فقه و هم اهل سلوک و عرفان و این مسائل هستند. انشالله بتونیم در فرصت‌های آینده ایشون استفاده کنیم. متبرک کردن حقیقتا من خوشحال شدم تو لایو حضور پیدا کردن. انشالله سیو بکنیم جناب مالک یه 10 دقیقه انشالله نماز رو هم بخونیم که بله. به رسم آقا امام رضا هم عمل کرده باشیم و برگردیم انشالله در خدمت دوستان هم باشیم. انشالله دوستان بعد از اقامه نماز حالا باشه 7-8 دقیقه دیگه انشالله ما هم سعی میکنیم که با سرعت اقامه بکنیم که وقتی دوستان هم تلف نشه حق و ناسی هم ضایع نشه. پس دوستان میبینیم لایو رو سیو میکنیم. لایو ابتدایی که خواهیم که به بیدرنگ وارد مبحث خواهیم شد و احادیث جناب آقای مجلسی رو به گزار نقد خواهیم کشید انشالله. آقای محزون تشکر میکنم انشالله تشریف داشته باشید. لایو بعدی هم شما بالا بیایید که انشالله نقد بنده رو پیگیری کنید و اشکال مطالب من رو به من تذکر بدید. سلامت باشید یا علی. سلامت باشید یا علی. خب دوستان انشالله میبینیم برای اقامه نماز حلوش 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه دیگه انشالله مزاحم دوستان خواهیم شد. ببینیم و برگردیم منتظرتون هستیم. التماس دعا.
وارد بشیم انشاءالله. مقدمه رو خدمت دوستان در لایو قبلی عرضه داشتیم. حال دیگه برسیم به بررسی کارشناسی. سلام علیکم. سلام دوستان، قبول باشه های محسن. مخلص شما هستیم. سلامت باشید. بزرگواری از دوستان هم قبول شد. آقا اومن عزیز، بذارید من این یه کاری آقا اومن گفته بود انجام بدم. خب در خدمت این جناب مالک بی مقدمه دیگه بس بشین. بله، من ابتدا فقط یه عرض سلام داشته باشم از این بابا اگه ببینم جناب آقای هومن عزیز، سید جلال، جناب استاد بزرگوار، جناب آقای فلسفی، آقای مهدیار عزیز دل، آقای سلیم، امیرای گرامی، خانم مرجان، آقای آوا و آقای خداداری و بقیه دوستان، جناب آرمان و میلاد سابق عزیز. آقای مظنون شما این مقداری میچرخید. من نتم ضعیفه. آره یه مقداری دارید میچرخید برای من. حالا دوستان نمیدونم صدای شما رو کامل دارن، صدای من رو ندارن، بفرمایند در کامنت که ما دیگه وارد بشیم. دوستان صدای آقای مظنون رو دارید؟ اگر نداریم برم با یه نت دیگه بیام. شده هر کانتای چقدر خوب که حالا دوستان با اصلی خودشون بیام. خب هلو همان جاست داره این مزنون هستش. هم از شما ازنی صحبت بکنید، من خیالم راحت بشه که بستی موقع. بله سلام خدمت همه دوستان، مخلص شما هستیم. میگن صدا هست، اگه مشکلی داره باز برم بیام. نه برای منم هست، برای دوست کامل صدا هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ببینیم سراغ بحث. ببینید دوستان، عرض کردیم که سر روایت هست از جناب آقای مجلسی بزرگوار در کتاب بهار الانوار که در اصل 6 روایت هست و این ما 3 روایت رو انتخاب کردیم، یعنی دوستان مخالف فلسفه و اونایی که باستیز دارن با علوم عقلی که از بدیهیات جوامع امروزی هست و جوامع قدیم. خب 3 روایت هست که به این 3 روایت استناد میکنن و با زدن جناب آقای حسن بصری که در لایو قبلی راجع به ایشون هم مقدمتاً صحبت کردیم به کل فلسفه حمله میکنن. حالا ببینیم این روایت ها چه روایت هایی هست. خب روایت اول، خب روایتی هست که جناب آقای مجلسی از شیخ طبرسی در کتاب احتجاجات خودش روایت میکنه. پس حدیث اولی که میخواییم بگیم جناب آقای مجلسی در کتاب بهار خودش سند روایتش رو از شیخ طبرسی نقد میکنه در کتاب احتجاجات خودش. خب حالا در مورد این کتاب و اینها صحبت خواهیم کرد. ببینیم مثلا روایت چی هست. این روایتی که دوستان من دارم براتون میخوانم روایتی هست که عرضم به حضور شما که جناب آقای مجلسی نقد میکنه. فقط شیخ طبرسی که منبع روایت جناب آقای مجلسی هست رو با اون طبرسی صاحب تفسیر مشهور که مجمع البیان هست با اون طبرسی اشتباه نگیرید. این طبرسی با اون طبرسی معروف فرق داره. او ابو علی بن حسن هست، ایشون احمد ابن هست، یعنی اصلا متفاوت هست. عرض شود که بله حتما سند خود آقای مجلسی رو هم عرض خواهیم کرد. جناب آقای مجلسی در کتاب بهار، حالا روایت چه هست؟ در بصره روایت این هست: در بصره حضرت امیرالمومنین بر حسن بصری گذشتند و از او وضو می ساخت. فرمود وضو را کامل به جا آور ای حسن. و حسن بصری گفت یا امیرالمومنین، دیروز جماعتی را کشتی که شهادتین می گفتند و وضو را کامل می ساختند. داره به جنگ جمل اشاره می کنه. حضرت فرمود چرا به مدد آنها نیامدی؟ به حسن بصری خطاب می کنه حضرت. خب چرا نیامدی به اونها کمک کنی؟ اگه اعتقاد داری که اونها وضو را کامل می ساختند شهادتین هم می گفتند. گفت والله که روز اول قصد کردم و سلاح پوشیدم و هیچ شک نداشتم که تخلف ورزیدن از آیش کفر است. دوستان نوید اینو تختی کنید بگید مالک گفته تخلف از آیش کفر. این آقای مجلسی روایت آقای مجلسی هست داره نقل میکنه که تخلف ورزیدن از آیش کفر است
در عرض راه کسی مرا ندا داد، یعنی حسن بصری رو، کجا می روی؟ برگرد، هر که می کشد و هر که کشته می شود به جهنم می رود. و من ترسان برگشتم و در خانه نشستم و در روز دوم باز به مدد عایشه محیا به روانه شدم و در راه همان ندا را شنیدم و برگشتم، همون ندایی که گفت هر کسی در این جنگ کشته بشه و بکشه، عرضم به حضور شما که جاش در جهنم هست. خب حضرت فرمود راست میگویی، میدانی آن منادی که بود؟ گفت نه. فرمود برادرت شیطان بود و به تو راست میگفت، زیرا لشکر عایشه قاتل و مقتول در جهنم هست. خب این حدیث اول. آقای مجلسی در کجا نقل کرده؟ حدیث در جلد دوم بهار، یا اگه بخوام اسکنش رو هم الان من بهتون میتونم عرضم به حضور شما که بدم، اجازه بدید و خدای نکرده. بله در جلد 42 دوستان میتونن رای هر چقدر واضح هست اسکن رو ببینند. جلد 42 صفحه 144 6 روایت هست که هر 6 روایت اینجا ذکر شده، باب هم در مورد حسن بصری هست اگر دوستان عنایت کنند. خب عرض شود خدمتتون که این روایت اول، پس آقا حسن بصری یک صحبتی با حضرت امیرالمومنین داره در مورد جنگ جمل که حضرت میگه چرا به کمک سپاه جمل و صاحب جمل نرفتی؟ خب میگه ندایی من شنیدم که هر کی میکشه و کشته میشه در جهنمه. حضرت فرمود آره این ندا شیطانه، شیطان هم برادر توست. خب پس از این نتیجه میگیریم که حسن بصری کفر است، کافر است و مصداق کفر است. این نتیجه که دوستان گرفتن از این روایت. حدیث دوم، در روایت دیگه نقل شده، من در اسکرین قبلی نشون دادم دیگه، اصلا بابی هست در کتاب بهاولند با در مورد جناب آقای بصری که در اسکرین عرضم بزرگ شما که برای شما گذاشتم. ما کجاش آخرش رو نخوندیم؟ نه آخرش رو خوندیم، آخرش هم اینجاست که برادرت شیطان بود و به تو راست میگفت، زیرا لشکر عایشه قاتل و مقتول در جهنم. اینجا حدیث تمام میشه. در حدیث دیگه روایت کرده که حضرت امیرالمومنین به حسن بصری خطاب کرد، هر امتی یا سامری می باشد و سامری این امت تویی که میگویی نباید جنگ کرد. پس حضرت حسن بصری رو مصداق سامری خطاب میکنه و میگه تو سامری هستی، مثل همون ماجرای سامری و داستان حضرت موسی و اون گوساله و اینا که همه داستانشو میدانید. حالا اون بزی که به هر حال یا اون حیوانی که اون صدا درش دمید و تلقی شد که این خدا هست، دیگه ماجرایی که همه میدانید. حضرت فرمودن که تو مصداق همون سامری هستی به حسن بصری. خب تا اینجا داشته باشیم. ببینید این دو روایتی که اینجا ذکر شد از جناب آقای مجلسی، خب آقای مجلسی اینها رو مطرح میکنه که این ادعا رو پیش ببره که جناب آقای حسن بصری معانده با امیرالمومنین بوده و عرضم به حضور شما که با او اختلاف کرده. حالا دوستان جالب اینجاست، من متنی که براتون خوندم از روایت آقای مجلسی در مورد ماجرای وضو و جنگ جمل رو شنیدید. حالا میخواییم ببینیم اصل کتاب، یعنی کتاب احتجاج طبرسی که جناب آقای مجلسی این روایت رو از کتاب احتجاج جناب آقای طبرسی نقل کرده. اولین نکته رو من خدمتون عرض میکنم، در مقدمه کتاب احتجاج طبرسی دوستان رجوع بکنند، آقای طبرسی ادعا داره در هایلایت های من عرضم به حضور شما که همین الان موجود هست، میتونید همین الان ببینید، در هایلایت های من ببینید موجود هست که من اسکرین و اسکن اون صفحه مقدمه کتاب احتجاج طبرسی رو در هایلایت ها گذاشتم. در احتجاج طبرسی جناب آقای طبرسی در مقدمه میگه روایاتی که من ذکر کردم سند نداره و فقط اون روایت هایی سند داره که من از امام حسن عسکری نقل کردم. چرا روایت های قبلی؟ خب این روایت هم که از امام حسن عسکری نیست،
پس قاعدتاً این روایت که آقای مجلسی از جناب طبرسی از کتاب احتجاج نقل کرده سند نداره. حالا خود جناب آقای طبرسی اذعان داره چرا من سندهای اینا رو ذکر نکردم، میگه به دلیل اینکه بین فرقه های مختلف مشترک بود و بین عقل دست جمعی و اون عقل جمعی هم اینها معتبر بود و تکثر و شهرت داشت این روایت ها. این ادعای آقای طبرسی هست، میگه من به این دلیل اسناد رو ذکر نکردم. یه وقت نگید مالک تو اون قسمتش رو نگفتی، نه این رو هم آقای طبرسی گفته. خب پس نکته اول، کتاب احتجاج طبرسی که آقای مجلسی از اون کتاب در مورد حسن بصری روایت نقل کرده سندیت نداره. خود آقای طبرسی میگه فقط احادیثی که من از امام حسن عسکری نقل کردم سلسله اسنادش موجود هست. در هایلایت من میتونید اسکن مقدمه کتاب احتجاج طبرسی رو ببینید. خب این نکته اول. حالا دوستان نکته جالبتر میدونید کجاست؟ بذارید من متن حدیث از کتاب احتجاج طبرسی حالا بر شما بخونم، از اون متنی که جناب آقای مجلسی رفته حدیث رو برداشته و در کتاب به حال خودش تشریح کرده. در احتجاج طبرسی به روایت از ابن عباس آمده که امیر مؤمنان علی علیه السلام بر حسن بصری گذشت و او وضو می‌گرفت، پس فرمود ای حسن وضو را کامل بگیر. او گفت ای امیر مؤمنان دیروز مردمانی را کشتی که شهادت می‌دادند خدایی جز خدای یگانه و بی‌شریک نیست و محمد بنده و پیامبر اوست و پنج نماز را می‌خواندند و وضو را کامل می‌گرفتند. امیر مؤمنان به او فرمود ماجرا همان گونه بود که دیدی، پس چرا به کمک دشمن ما نیامدی؟ گفت ای امیر مؤمنان به خدا راست میگویم من روز اول بیرون شدم و غسل کردم و سلاح برگرفتم و شک نداشتم که روگردانی از سپاه ام المؤمنین عایشه کفر است، پس چون به محلی که در نزدیکی جنگ هستش که خلیبه مشخصا هست رسیدم، منادی ندا داد ای حسن کجا می روی؟ برکت که هر که می کشد و کشته می شود در آتش دوزخ است. پس من ترسان بازگشتم و در خانه نشستم و چون روز دوم شد تردید نکردم که روگردانی از سپاه ام المؤمنین عایشه کفر است. پس دوباره سلاح برگرفتم به سوی میدان جنگ بیرون شدم تا به ناحیه از خلیبیه رسیدم، پس منادی از پشت سرم دوبار مرا ندا داد ای حسن کجا میروی؟ راستی که هر که میخوشد و کشته میشود در آتش دوزخ است. علی علیه السلام فرمود راست گفتی؟ آیا میدانی آن منادی که بود؟ گفت نه. فرمود برادرت شیطان بود و به تو راست میگفت، زیرا از سپاه عایشه هر که میخوشد و هر که کشته میشود در آتش دوزخ است. حسن بصری گفت ای امیر مؤمنان اکنون دانستم که ایشان بر هلاکتند. دوستان متاسفانه متنی که در کتاب احتجاج هست با اون چیزی که آقای مجلسی نقل کرده تفاوت داره. خیلی نکته مهمی هست. ببینید من یک بار دیگه شما ببینید جناب آقای مجلسی اصلا اون بخش آخری که جناب آقای حسن بصری ادعا میکنه که ای امیر مؤمنان اکنون دانستم که ایشان بر هلاکتند در کتاب احتجاج طبرسی که آقای مجلسی از اون نقل میکنه اومده، خود آقای مجلسی در کتاب بهار این بخش رو نیاورده، یعنی از منبعی که استفاده کرده یه بخشش رو نقل نکرده. حالا من نمیدونم به چه دلیلی بوده، ایشالله که سهون بوده. این یک بخش، این بخش رو ایشون نقل نکرده. بخش دیگه‌ای که جناب آقای مجلسی در این روایت با توجه به منبع خودش نقل نکرده این بخش هست که ایشون می‌فرماید جناب آقای طبرسی در متن اصلی که من دقیقش رو برای دوستان از روی متن بخونم که خدا نکرده خیانت علمی صورت نگیره. خب بله، مثلا یک بخش ابتدایی دیگه هم هست
که اینجا متاسفانه ایشون نقد باز نکرده که اینها 5 نماز می‌خواندن، وضو با کامل می‌گرفتن و محمد بنده و پیامبر اون هست. حالا این زیاد در اصل حدیث خدشه‌ای وارد نمی‌کنه، نمی‌شه این اشکال رو با آقای مجلسی کرد، چون این تغییری در مضمون حدیث ایجاد نمی‌کنه. حالا اینکه ایشون نقد نکرده اینجا، این ممکنه حالشون ایشون مثلا دیده لزومی نداره، جان مطلب ادا شده. ولی همین بخشی که حسن بصری گفت ای امیر مؤمنان اکنون دانستم که ایشان بر هلاکتند هست و اصلا جناب آقای مجلسی نقل نمی کند. بله خب، یعنی فقط علامه مجلسی استنادشون به احتجاج بوده، اما عین اون روایت رو نقل نکردن، بلکه آخرش نیست شر روایتی که در بهار نقل کردن. جناب آقای مهدیار هم اینجا نوشتن چرا آخرش رو نخوندید دوست عزیز؟ آخرش رو آقای مجلسی نیاورده، به خاطر همین نخوندیم. آخرش رو آقای مجلسی اصلا نیاورده، اما در کتاب احتجاج هست. ببینید، رجوع کنید فایل پی دی اف کتاب احتجاج تبرسی رو دانلود کنید، رجوع بکنید، عیناً در کتاب تبرسی نقل شده. حالا ببینیم جلوتر. پس این یک بخش. ببینید نکته اول که اولا کتاب تبرسی به گفته خود جناب آقای شیخ تبرسی اسناد روایت ها بجز احادیثی که از امام حسن عسکری نقل شده در اون ذکر نشده، یعنی سند نداره این کتاب. یک. دو، همون حدیثی هم که سند متقن و سند روایی دقیق و سند رجالی دقیق نداره و آقای مجلسی باز آخرش رو نیاورده در کتاب بهار، یعنی ادعا کرده که حدیث قوی هست، در صورتی که حدیث ضعیف، سند نداره، مجهوله. بعد تازه از مضاف بر این ادعا کردن که یه بخشی از آخرین رو هم نیاورده آقای مجلسی. شما دلیلتون برای مجهول بودن رو میفرمایید جناب مالک؟ بله، دلیل این هست که جناب آقای تبرسی هیچ سلسله سندی برای این حدیث ذکر نکرده، گفته من به اجماع فریقین گذاشتم و به اجماع عقل گذاشتم. خب آقای مجلسی وقتی میبه این حدیث رو میاره، ادعا میکنه که این حدیث قوی هست، خب این حدیثی که سند نداره، آقای معزون در فقه چه چیزی جز مجهول میتواند باشد؟ بله، از طرف این حدیث امام عسکری علیه السلام نیستش. بله، اگه حدیث از امام حسن عسکری بود، آقای تبرسی سند رو ذکر میکرد، اون موقع ما میتونستیم که سند رو بررسی بکنیم، ولی اصلا سندی موجود نیست. بله. پس اساسا اعتباری به این روایت در بهار الانوار از حیث علمی، از حیث رجالی و درایی نمیشود داد. حالا در مورد اینکه علت این حالا اشتباهی که صورت گرفته چی بوده، به هر حال قضاوتی نمی کنیم. به هر حال شاگردانی داشتند کمک بهشون می کردن، یا حجم کار بالا بوده، یا خطایی صورت گرفته، اشتباهی. آنچه که برای ما به عنوان حق و حقیقت مشخصه و بنده هم هر چقدر ابعادش رو بررسی کردم، دیدم که اشکالی به این سخن شما در بیان حقیقت وارد نیست و آنچه که میشد مطرح کرد و عرض کردم. بفرمایید. بله، حدیث این هست. ببینید آقای معزومه، این نکته خیلی دوستان بگم، ادله زیاده. من فعلا دو دلیل به شما دادم، جلوتر ببین دلایل زیاده، اصلا خیلی اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. همین در ابتدای هم توی بررسی در حد دبستانی حوزوی این حدیث صاحب اشکاله. حالا به بررسی دلالی و اینها ببینید، میبینید عمق فاجعه چقدر هست. حالا حدیث دوم که اگه خاطرتون باشه، من یک بار دیگه از آقای مجلسی میخونم و بعد میبینیم سراغ کتاب احتجاج. حدیث دوم هم آقای معصوم، ایشون از کتاب احتجاج نقل میکنه. حدیث دوم چی بود؟ در حدیث من خدمت دوستانی که تازه به جمع ما پیوسته، عرض سلام و ادب و احترام داریم. داریم بررسی میکنیم برخی روایاتی که عده‌ای برای تاختن به فلسفه و عرفان ازشون استفاده میکنن. الان رسیدیم به یک روایت در بهار الانوار، جناب مالک سندیتش رو مطرح کردن، با زیر سوال رفتن این سوال استناد اون عده‌ای که میتازن به عرفان و فلسفه از حیث این روایت هم مخدوش میشه و وارد نیستش اون عرض کنم ادعایی که میکنند. حالا بریم سراغ روایت بعدی. بله، ببینید روایت کامنت ها هم اگر نقدی به ذهنشون میرسه، در کامنت ها هم دوستان اگر نقدی به ذهنشون میرسه بیان کنن، بنده بیانش میکنم و چکشکاری میکنیم با جناب مالک. بفرمید. بله،
روایت دوم که من براتون خوندم، از من روایت رو بخونم بعد سند کتاب مجلسی جناب مجلسی رو بدم و بعد بریم سراغ کتاب احتجاج که باز هم سند این روایت است. و در حدیث دیگر روایت کرده است که حضرت امیرالمومنین به حسن بصری خطاب فرمود: هر امتی را سامری می باشد و سامری این امت تویی که میگویی جنگ نباید کرد. خب جناب آقای مجلسی کتاب بهار الانوار جلد دو صفحه 60، جلد دو صفحه 60 این روایت رو نقل کن. حالا دوستان بخیم برسیم به اصل روایت در کتاب آقای طبرسی. الان به روایت دوم رسیدیم. آقای طبرسی در کتاب احتجاج، آقای محزون این رو یادت باشه این کلمه رو، از آقای ابو یحیای واسطی این روایت رو داره نقل میکنه. یعنی میگه قال کی؟ ابو یحیا واسطی. این اسم یادتون باشه. روایت چیه؟ چون امیر مؤمنان، آقای محزون روایت اول آقای مجلسی رو شنیدید دیگه؟ ببینید متاسفانه این روایت هم کامل نگفته آقای مجلسی. چرا؟ ببینیم آقای احتجاج، آقای طبرسی در کتاب احتجاج از ابو یحیای واسطی روایت رو نقل میکنه که آقای مجلسی از این سند روایت برای ما آورده. چون امیر مؤمنان بصره را فتح کرد، این اصلا نبود در متن آقای مجلسی، مردم گرد او فراهم آمدند. حسن بصری نیز در میان ایشان بود و الواحی به همراه داشت و هر کلمه ای از دهان امیر مؤمنان به در می آمد می نوشت، کتابت حدیث می کرد. پس امیر مؤمنان با صدای بلند به او گفت: چه می کنی؟ او گفت: آثار شما را می نویسم تا پس از شما برای دیگران روایت کنم. امیر مؤمنان فرمود: راستی که هر قومی سامری دارند و تو سامری این امت هستی، با این تفاوت که مثل سامری بنی اسرائیل نمی گوید کسی به من نزدیک شود، بلکه می گوید جنگ نباید کرد. متاسفانه باز جناب آقای مجلسی فقط تیکه آخر روایت رو آورده. از کجا آورده؟ از اینجا: راستی که هر قومی سامری دارن و سامری این امت تویی. و جالبه در روایت آقای طبرسی اسمی از آقای حسن بصری هم نیست، اما خب اشاره ایشون به حسن بصری است، این اشکال وارد نیست چون ایشون داره راجع به حسن بصری صحبت میکنه. با این تفاوت که مثل سامری بنی اسرائیل نمیگوید کسی به من نزدیک نشود، بلکه میگوید جنگ نباید کرد. خب در روایت دوم هم میبینیم که باز آقای مجلسی کل متن رو از احتجاج نیاورده، یک بخشی از متن رو برداشته از احتجاج نقل کرده. حالا خب روایت سوم، یا من میخواید روایت سوم رو رد بکنم به بررسی روایت دوم بپردازم، یا روایت سوم رو هم بخونم؟ حالا پیشنهادتون چی هست؟ دوم رو بگیم به نظرم بعد بریم سراغ سوم بهتره. بله خب آقای محزون عزیز، ما در مورد کتاب آقای طبرسی که گفتیم آقا این سند نداره، از امام حسن عسکری اگر نقش رو سند، این که دلیل اولم، باز در این روایت هم این دلیل اقامه میشه دیگه، درسته؟ چون باز منبع کتاب احتجاج هست. خب این همین دلیل اول. دلیل دوم، باز هم مثل روایت اول ایشون کامل متن رو نیاورده. این دو. حالا ببینید عمق فاجعه بالاتر از این حرف هست. خب ببینید ایشون روایت رو آقای معزون از چی کسی نقل کرد؟ آقای طبرسی. روایت دوم جسارتا سند احتجاجش رو هم بفرمایید. بله چشم اجازه بدید من الان پیدا بکنم، حتما خدمت دوستان ارائه خواهم داد. من این دلایل روایت دوم رو بگم دوستان، اگر تو همون کتاب چیز هم سرچ بکنم ولی من الان پیدا میکنم بهشون خواهم داد که حتما رجوع بکنند. خب ببینید یکی از این روایات هایی که جناب آقای ابو یحیای واسطی ناقل حدیث هست، آقای طبرسی از ابو یحیای واسطی نقل میکنه. حالا آقای محزون ما بیایم یه مقدار ببینیم آقای اولا که احادیث احتجاج رو که ثابت کردیم سند و اینهاش نداره، ولی به جز بحث امام حسن عسکری، حالا ببینیم این آقای ابو یحیای واسطی در بین رجالیان و بزرگان جهان تشیع و کسانی که تخصص رجالی داشتن چطور از آقای ابو یحیای واسطی که ناقل این حدیث هست اسم بردن. جالب این عبارت رو به کار می‌برن که لم یکن به کل ثبت فی الحدیث،
اصلا ایشون قدرت اینو نداشته که حدیثی بتونه ضبط بکنه و تمامی احادیثی که ضبط میکرده ضعیف بوده. توجه دارید؟ کجا میتونید شما این رو نگاه بکنید؟ چه سندی؟ رجوع بکنید به کتاب مرحوم قاضی شوشتری جلد 9 صفحه 86 ببینید. جناب آقای ابو یحیای واسطی به هیچ عنوان مورد وثوق علمای رجالی جهان تشیع نبوده و اصلا کسی ایشون رو ثقه نمیدانسته. این هم نکته بعدی. حالا جالب آقای معزون، ما تو کتاب رجالی داریم که شما بهتر از بنده میدانید. این کتاب های رجالی رجال کشی هستن و رجال نجاشی. آقای معزون، آیا به اعتبار اینها میشه خدشه ای وارد کرد؟ طبعا نجاشی قوی تر از کشی هستش، اما به هر حال هر دو منبع محسوب میشن و مرجع هستن، از کتب مرجع علم رجالن. بسیار عالی، خدا خیرتون بده. حالا من دقیقا از آقای نجاشی نقل میکنم که باز این رو هم شما میتوانید در کتب در فهرست رجالی آقای نجاشی یه سرچ بکنید، بزنید ابو یحیای واسطی، الان نرم افزاراش هم همه موجود هست. ببینید چی میگه مرحوم نجاشی. میگه واسطی از کسانی روایت میکرد که گزارش هایشان سست است و پروا نداشت که از چه کسی اخذ حدیث میکند. آقای معزول، من اینو کجای دلم بذارم؟ وقتی یک رجالی در قامت جناب آقای نجاشی داره میگه آقا این اصلا معلوم نیست از کی نقل میکنه و روایت هاش سسته و پروایی نداره از چه کسی حدیث میگیره، آیا میشه به این استناد کرد حدیثی که آقای ابو یحیای واسطی نقل میکنه؟ اون هم خود آقای ابو یحیای واسطی هیچ مبنایی نداره، پروایی نداره، معلوم نیست از کی حدیث گرفته. بعد در کتابی هم نقل شده که خود جناب آقای طبرسی میگه سند هم نداره. ببینید اصلا این یه چیزی فراتر از مجهوله، یه چیزی فراتر از مجهوله. من نمیدونم اسمش چی میتونم بزنم، یعنی یه حرف همینطوری مثل این میمونه که من برم از سلسله وقاتی که دشمنی داشتن مشخص نبوده، هیچ مبنایی با اینها نداریم، من برم از اینها روایت بیارم نقل کنم. خب ببینید رجالیون در مورد اینها چی گفتن. آقا نجاشی، این حرف مالک نیست که، آقای نجاشی داره میگه، میگه واسطی از کسانی روایت میکرد که گزارش هایشان سست است و پروا نداشت که چه کسی اخذ حدیث میکند. حضرت عباسی، این حرف نجاشیه، حرف ما نیست، سند هم که دادیم. خب دوستان میتونن به کتاب آقای طبرسی هم جلد اول صفحه 404 مراجعه بکنن، این هم در مورد این مطلب. خب پس ببینید الان شد سه مطلب. اولا که کتاب سند نداره، به گفته خود نویسنده کتاب، دایی عزیزتر از مادر اجازه نداریم ما بشین، خود نویسنده داره میگه مقدمه کتاب طبرسی. دوم، آمده روایتی که از آقای طبرسی رو نقل کرده، این روایت رو کامل تعریف نکرده، مثل روایت اول یک بخشی از این رو آقای مجلسی آورده. و سوم، خود آقای طبرسی روایت رو از کسی نقل میکند که این روایت و این فرد ابو یحیای واسطی در بین رجالیان طراز اول جهان تشیع مثل نجاشی و کشی کسی است که پروایی نداشته است که چه کسی حدیث نقل کرده، پروایی نداشته گزارشش سست. حالا اینها برداشتن اینو علم کردن زدن بر سر علوم عقلی. بابا یه مقدار مبانی خودتون رو بخونید، واقعا بخونید، نرید بگید آقا در جلد اول مجلسی گفته که همه اینها رو من جمع ببینید. ببینید بقیه جلد ها رو هم سخته، میدونم 110 جلد سخته، اما اگه میخواید بحث علمی کنید ببینید بخونید اینها رو. این هم از این. من یه جایی در دوستان عذرخواهی میکنم، یه مقداری اوج میگیرم. بله متاسفانه لایف پاس شد و لایف پرید، ولی مسئله نیست و عیبی نداره، من خیالتون راحت، دوباره اینها رو تیکوار میگم که اینها سیف بشه. پس ببینید در مورد روایت اول
که ایشون نقل کرد آوردیم که جناب آقای طبرسی در کتاب خودش روایت رو به شکل دیگری نقل کرده و آقای مجلسی روایت رو بخشیش رو در کتاب بهار خودش نقل کرده. احادیثی که از کتاب احتجاج طبرسی هیچ سندیتی نداره به گفته خود صاحب کتاب احتجاج مرحوم طبرسی و خود آقای مجلسی هم این روایت رو کامل نقل نکرده. سلام مجدد جناب مالک، دارن دارتون دارن میزنن و نمیشه سیف کنیم، میتونیم بریم ببندیم پیجو برگردیم؟ میتونیم بریم پیجو ببندیم و برگردیم؟ من اتفاقا الان این کار رو میخواستم بکنم ولی من فکر میکنم که این حالا نمیدونم به خاطر شاید چیز بود و اینا، حالا من اگه احساس بکنم حتما دیگه این کار رو خواهم کرد. من فقط از اجازه بدید تو 5 دقیقه سریع تیتوار بگم چی گفتین. بله خلاصه رو بگید چون میخوای سیو کنید بفرمایید. خلاصه رو بگم دوستان، ما 3 روایت گفتیم، 3 روایت از آقای مجلسی نقل کردیم، 2 روایتش رو فعلا نقل کردیم، هر 2 روایت از کتاب احتجاج طبرسی بوده که در این کتاب جناب آقای طبرسی متن روایت چیز دیگری بوده و جناب آقای مجلسی بخشی از این روایت رو نقل نکرده. مثلا در مورد اول اون بحث آخری که آقای طبرسی در کتاب خودش میگه ای ببخشید بله بله آقای طبرسی در احتجاج میگه که نقل میکنه که حسن بصری گفت ای مؤمنان اکنون دانستم که ایشان بر هلاکتن رو آقای مجلسی نقل نمیکنه. حالا بخش اولی که نقل نمیکنه مهم نیست چون زیاد محل بحث هم نیست، واقعا کار درستی هم کرده چون دیگه مشخص هست، ولی در روایت دوم هم همین اتفاق افتاده. در روایت دوم هم باز جناب آقای مجلسی بزرگوار رحمت الله علیه آمدن روایتی که در مورد ماجرای حسن بصری در بصره هست رو نقل کردن. از چه کسی؟ از کتاب احتجاج طبرسی که حضرت وقتی حسن بصری داشت الواح تدوی الواح سخنان امیر مؤمنان رو می نوشت، حضرت خطاب کرد بهش که تو سامری امت من هستی و نباید این کار رو بکنی. این حدیث هم باز جناب آقای مجلسی کامل از آقای طبرسی نقل نکرده. حالا محل بحثمون اینجا بود، گفتیم که دوستان حدیث دوم که حالا من یک بار براتون حدیث رو از کتاب آقای مجلسی می خونم. جناب آقای مجلسی کتاب بهار جلد 2 صفحه 60، حالا ممکنه در نشهای مختلف چند صفحه عقب جلو بشه ولی ایشون یه بابی داره، بابش در مورد حسن بصریه، حضرت عباسی در مورد حسن بصریه، روایات رو در اون باب آورد. دوستان میتونن از یه سرچ ساده بکنن باب حسن بصری، روایات آقای مجلسی رو میبینن، حالا کما که ما سندش رو هم دادیم. خب اسکنش هم که حالا من نشون دادم، حالا متاسفانه سیو نشد، من دوباره در آخر لایو نشون میدم. بی زحمت پین کنین کامنتامو. بسیار خب من اینو خطاب بکنم. ببینید آقای مجلسی نقل میکنه که